جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رجبی، گزارش‌های جدیدی از روش‌های حمایتی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها منتشر شده. چرا جمهوری اسلامی تا این حد به حوثی‌ها یاری می‌رسونه؟ سلام. موضوع برعکسه. باید بگیم حوثی‌ها چرا انقدر تحت فرمان جمهوری اسلامی هستن. کاری که الان دارن حوثی‌ها میکنن دقیقاً همون کاریه که جمهوری اسلامی توی یکی دو سال اخیر مختلف انجام داده. یعنی مزاحمت برای کشتی‌ها، حمله پهپادی به کشتی‌ها توی خلیج فارس، گروگانگیری دریایی. اما خب از اونجایی که جمهوری اسلامی دید این کار میتونه قماری براش باشه، احتمال داره که به سوی خودش برگرده. حتی قبل 7 اکتبر این کارها رو زیاد انجام میداد. اینجایی که حوثی‌ها رو به میدان میفرسته. نوع کاری که دارن الان انجام میدن دقیقا همون کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه. امتحان کرده، مانورهای مختلفی برای این کار انجام داده و اداره این موضوع قطعا با جمهوری اسلامیه. چون حوثی‌ها نه توانایی این رو دارن و نه امکان این رو دارن که این کار رو انجام بدن. چیزی که ما الان شاهد این هستیم اینه که جمهوری اسلامی داره با نقاب حوثی‌ها این کار رو انجام بده. چقدر میشه رابطه جمهوری اسلامی با حوثی‌ها رو با رابطه جمهوری اسلامی با حزب‌الله مقایسه کرد؟ آیا حوثی‌ها با توجه به سابقه و شرایط یمن مثل حزب‌الله وابسته هستن به جمهوری اسلامی یا روابطشون با تهران متفاوته؟ ببینید، روابطشون متفاوت، سبک روابطشون. اما اینی که اداره میشن توسط جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از حتی حزب الله. یعنی مثلا حزب الله تو این 44 سال، چون قبلش حزب عمل بود، تبدیل شد به این، تلاش کرده که یک مقداری اداره بعض چیزاشو خودش بگیره، سیاست گذاریش با جمهوری اسلامیه. اما حوثی ها 0 تا 100شون رو اصلا جمهوری اسلامی به وجود آورده، از حسین حوثی که بود تا اینجا. اما جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حوثی ها رو به اسم یک دولت معرفی بکنه. خب ما میدونیم که حوثیات یک کاری دولت قانونی یمن رو توی صنعا ساقط کردن و بعد با کودتا، یعنی الان هم داره به شکل یه شکل شبیه ولایت فقیه داره میشه. یعنی عبدالملک حوثی رهبر اونه و دولت برای اونها مشخص میشه. روابطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن روابطی از جنس اینی که کاملا تحت اداره جمهوری اسلامی هستن. کاملا جمهوری اسلامی 0 تا 100 این گروه رو خودش درست کرده و داریم میبینیم که هرگز این گروه برای مصالح یمن کار نکرده و همواره کارهایی که میکنه در میز و چارچوب مسائل جمهوری اسلامیه. متشکرم از توضیحاتتون. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما بودید.